آهای آهای من اومدم یه قصه تازه بگم از صحرای روشن شهر پر آوازه بگم آهای آهای من اومدم یه قصه تازه بگم از اون پرنده‌ای که باز عاشق پروازه بگم سلام عرض میکنم حضور بینندگان برنامه آی سی سی امیدوارم خوش سلامت و شاد باشین سعادت است که امروز در کنار شما عزیزان هستم دوست و همکار خوبم آقای حمید احمدی خارج از کشور هستن و با اجازه شما امروز برنامه رو به تنهایی دارم اجرا میکنم امیدوارم که بتونم با ساعتی که پیشتون هستم سرگرمتون کنم با مسائلی که هستش باید باهاتون در به قول معروف در موردش باهاتون صحبت بکنم و همچنین موزیک‌های قشنگی که براتون داریم اجازه بدین بریم یه موزیک ویدیو رو ببینیم و برگردیم و در کنار شما عزیزان خواهیم بود زحمت میکشه و این موزیکا و ویدیوها رو انتخاب میکنه و برای شما و عزیزان پخش میکنه یه اتفاقی توی اخبار شنیدم این هفته که به نظرم جالب اومدش که برای پدر مادرهایی که یه مقدار زیادی بچه هاشون رو توی سنهای کمتر تو خونه به اختیار خودشون میذارن و میرن مهمونی یا از خونه خارج میشن یه مقدار به این مسئله به قول معروف دقت بیشتری بکنن هفته گذشته دو تا خانواده ایرانی که بچه هاشونو که یه دختر 16 ساله یه پسر 17 ساله و یه دختر 11 ساله رو توی خونه تنها گذاشته بودن و به اصطلاح این که خب این دختر 16 ساله و پسر 17 ساله محمد و فریبا میتونن از بچه کوچکتر به قول معروف مراقبت کنم و اگر که مسئله پیش بیاد یا خدای نکرده اتفاقی بیفته میتونن با پلیس تماس بگیرن و اینقدر بزرگ شدن که بتونن که یه همچین ریسپانسیبلیتی رو به گردنشون بگیرن ولی متاسفانه بعد از اینکه پدر مادرشون از خونه رفته بودن بیرون دزد میاد به خونه و این دختر 16 ساله رو بهش تجاوز میکنه شانسی رو که این بچه آوردن که کشته نشدن به خاطر اینکه بچه 11 ساله که دختر 11 ساله که توی اون خونه بوده فرار میکنه از توی خونه و وقتی که فرار میکنه این شخص میترسه و شروع میکنه از خونه فرار کردن که البته گرفتنش ولی مسئله که هستش ما همیشه فکر میکنیم که یه همچین اتفاقاتی برای خود ما نمیفته به قول معروف میگفتن مرگ برای همسایه است همیشه ولی دقت بکنین میدونم که خودم هم یه دختر 23 ساله دارم و همیشه وقتی که توی سنای 16 17 سالگی بود میگفت مامی من اینقدر خودم دیگه الان میفهمم میدونم که چی کار باید بکنم من احتیاج ندارم یه نفر توی خونه بذاری که از من نگهداری بکنه وقتی که شب داری میری بیرون ولی گوش نمیدادم یعنی همیشه باز سعی میکردم یا بفرستمش خونه دوستش که مامانش باشه یا یه نفر توی خونه باشه که دخترم عشری پیشش باشه میدونم که بچه ها توی این سنا فهمیده هستن ولی در ضمن اگر که اتفاقی هم بیفته میتونن مثلا برفر اگر خونه آتیش بگیره یا یکی بیفته سرش بشکنه یا اتفاقی بیفته بتونه با پلیس تماس بگیره یا به بیمارستان تماس بگیره ولی در نظر بگیرین که در یه همچین شرایطی که یه دزد میاد به خونه یا یه نفر میاد و این بچه رو بهش تجاوز کرده چجوری یه پسر 17 سالی یا دختر 16 سالی میتونه در برابر یه همچین شخصی ایستادگی بکنه و بخواد از طرف از پس یه همچین شخصی در بیاد به خاطر همین سعی کنین تا اونجا که میتونین واقعا بچه هاتون رو توی خونه تنها نذارین فکر نکنین که دیگه چون 16 17 سالی شدن بزرگن میتونن از خودشون نگهداری بکنن میتونن نگهداری بکنن ولی تا یه مقدار خاصی
این مسئله نه فقط به خاطر اینکه خانواده ایرانی بود در مورد صحبت کردم، برای هر خانواده حالا خارجی باشه ایرانی باشه پیش میاد و ما توی آمریکا و کشور اروپایی راجع به این مسئله خیلی زیاد میشنویم. به خاطر همین مواظب باشین. الان خیلی از به قول معروف توی خونه ها میتونین دوربینای دوربین بذارین، آلارم بذارین که اگر که به قول معروف میتونن در رو همه پنجره بسته باشه که کسی نتونه وارد خونه بشه به هیچ صورت، و یا اینکه از بزرگترا استفاده بکنین، بچه‌هاتون رو یه جایی بذارین وقتی میخواین بریم بیرون که ازشون نگهداری بکنن، چون واقعا برای آدم سخته که با یه همچین مسئله روبرو بشه. من واقعا دلم برای اون پدر مادر سوخت وقتی که دیدم که چجوری در تو تلویزیون وقتی که باشون مصاحبه میکردن چجوری عشق میریخت در به خاطر اتفاقی که برای دخترش افتاده بود. یه دختر 16 ساله هیچ وقت روحیهشون نمیتونه برگردونه به حالت عادی و فکر اینو بکنه که هیچ اتفاقی براش نیفتاده، چون همیشه به قول من توی سرش همیشه این هست و همیشه این ترس رو توی زندگیش تا آخر عمرش خواهد داشت. برصد سعی کنین که خواهش میکنم تا اونجا که میتونین یه مقدار زیادی بچه هاتون رو توی خونه تنها نذارین، یا اینکه یه نفر بزرگتر همیشه توی هر سنی که هستش بالا سرشون باشه. خب این مسئله رو میخواستم با اتون در میون بذارم چون فکر کردم واقعا مهمه. اجازه میخوام که اگر بشه بریم یه دونه رقص آذری رو با گروه آقای محمد خردادیان نگاه بکنیم و برگردیم و در کنار شما عزیزان خواهیم بود. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. آقای محمد خردادیان یکی از به قول معروف معلمین معروف رقص ایرانی هستش و با حرکاتی که انجام میدن واقعا چقدر لذت بخشه که مخصوصا اون پسر بچه که میرقصید خیلی زیبا بود. یک فستیوالی هستش که در هر سال توی آمریکا هست به عنوان جیکاب پیلو دانس فستیوال که امسال که سال 2016 هستش یک گروه باله ایرانی دارن توی این فستیوال شرکت میکنن. ما هم واقعا خوشحال هستیم به خاطر اینکه قبول کردن گروه ها، چون از تمام سراسر تمام کشورها توی این فستیوال شرکت میکنن ولی باید انتخاب بشن، و ما خیلی خوشحال هستیم که این گروه انتخاب شده و بعد از اینکه فستیوال تموم میشه 100% سعی میکنیم که یک قد کلیپ های از این رقص های باله گروه ایرانی رو سعی کنیم که به دست بیاریم و برای شما عزیزان پخش کنیم. اگر اجازه بدین بریم یه تیکه از فستیوال رو نگاه بکنیم، ببینیم که کارهای این فستیوال چی هست و گروه هایی که توی این فستیوال شرکت میکنن چه نوع رقصهایی رو انجام میدن. میریم و برمیگردیم و با هم دیگه خواهیم بود.
خب امیدوارم که از این تیکه های کلیپ هایی که براتون شاینجو گذاشت خوشتون اومده باشه. ما آرزوی برنده شدن و آرزوی موفقیت برای این گروه باله ایرانی رو داریم. امیدوارم که تو این فستیوال بتونن خودی نشون بدن و امیدوارم که تو این فستیوال بتونن ببرن. برساعت براشون آرزوی موفقیت میکنیم و سعی میکنیم که کلیپ های اینا رو براتون آماده بکنیم. یکی از چیزهایی که من داشتم، مقاله‌ای رو که داشتم توی روزنامه میخوندم راجع به آلزایمر بود، همون مرض فراموشی. همونجوری که میدونین آلزایمر یکی از بیماری‌هایی هستش که درمانش بسیار سخته، یعنی در برابرش دوا میدن که یه مقدار اینو یواشتر بکنه، به قول آمریکایی پرولانگش بکنه و یواشتر بکنه، ولی هنوز نتونسته بودن دوایی رو براش به درست بکنن که بتونه کمک بکنه به این برنامه آلزایمر. و مقاله رو خوندم اینه که تازگی ها یه گیاهی رو کشف کردن و دارن روی 100 نفر کسایی که مرض فراموشی داشتن اینو اومدن برای مدت 6 ماه روی اینا امتحان کردن و روی آراف 100 نفر، از 100 نفری که بودن 45 نفر 80% بهبود پیدا کردن و این خودش خیلی مهمه، چون برصد مرض بیهوشی فراموشی، معذرت میخوام، نمیدونم چرا میگم بیهوشی، فراموشی یکی از چیزهایی است که تا حالا نتونسته بودن دوا براش پیدا کنن. و وقتی فکر کنین که تمام عمرتون، تمام خاطرات، تمام چیزهایی رو که آدم توی زندگیش از سن بچکیش هست تا زمانی که به سن بالا میرسه تمام یادت بره و حتی بچه ها و خانواده تو نتونی به یاد بیاری، خیلی دردناکه برای یک نفر وقتی که بهش میگن که تو داری این مرض رو کم کم داری میگیری و بایستی بری روی قرص هایی که خود بتونه کمکت بکنه. برصد امیدوارم که بتونن این دوا رو زودتر به مارکت بدن، به بازار بدن که دوستان بتونن استفاده بکنن و یه مقداری جلوی این بیماری رو بگیره. الان درصد کسایی رو که بیماری فراموشی میگیرن حدود هر سال حدود 15-20% داره اضافه میشه و اونم بعد از سن 55-60 سالگی داره به وجود میاد و این به خاطر کلسیومی که دور رگای خونی مغز به وجود میاد، این باعث میشه که فشاری که به رگای خونی میاره نذاره که این یاد مموری یا خاطراتی که داری کم کم از بین میره. برصد امیدوارم که زودتر بتونن که این قرصو به بازار بدن که یه مقدار زیادی دوستان عزیز بتونن ازش استفاده بکنن. یکی دیگه از چیزهایی رو که الان خیلی زیاد شده مخصوصا توی گرما مسئله میگرنه و میگن خانم ها بیشتر از آقایون میگرن میگیرن، یه مقدار زیادی به خاطر فشار کاری و فشار عصبی و فشار خانواده، هرچی که هستش بیشتر مثل که روی خانما تأثیر میذاره تا روی آقایان. و درسته که قرص ها و دواهایی رو میدن که میتونین ازش استفاده بکنین که این میگرن رو یه مقداری کمک بکنه. ورزش و دویدن خیلی مهمه، خوردن قهوه خیلی کمک میکنه، ولی امروز اومدن یه کشف جدیدم کردن که شما خیلی هم آسونه، گفتن اگر که لیمو ترش رو با آب قاطی بکنین و نمک صورتی، یه نوع نمکی هست به نام نمک صورتی، اون اگر پیدا بکنین و یه مقدار زیادی از این نمک، یعنی هر چقدر که ترشی لیمو هست به مقدار بیشتری نمک به این اضافه بکنین و اینو سر بکشین، میگرن از بین ببره. برصد دوستانی که میگرن دارن امیدوارم بتونن که از این استفاده بکنن. یادتون نره نمک باید نمک صورتی باشه، بگیرین از بازار استفاده بکنین، حتما کمک میکنه. اجازه بدیم به ویدیو کلیپ رو نگاه بکنیم و برگردیم، در کنار شما عزیزان خواهیم بود.
هر شب که بی تو هم خوابم نمیبره، این دل منه که بی تو غصه میخوره، بی تو پر از تبم هر روز و هر شبم، وقتی تو نباشی مادرم دلم پره. من با تو زنده ام، من با تو دل خوشم، عاشقم برای تو، غماتو میکشم. کاشکی بشه فقط اینو بخوام ازت، خاک زیر پای مهربونی تو شم. چشمای تو همش میمونه روی در، دل واپس میشی اگه بمونی بی خبر. هر جای زندگیم، هر پای وشگیم، میمونه غم تو خاطر تو و پدر. نگاه تو همسایه خدا، دستای تو سمت خونه ی فرشته هاست. بی وقت و به روز دوست دارم هنوز، حتی وقتی پیر میشی و بی حواس. دونی تو جانم هستم من بیقرار، از قدا خواهم همیشه دویم کنار. قصه خر نیمه سه، من بمیرم تسه، زندگی بی ته همیشه هست تیر تا. من با تو زنده هم، من با تو دل خوشم، عاشقم برای تو، غماتو میکشم. کاشکی بشه فقط اینو بخوام ازت، خاک زیر پای مهربونی تو شم. قشنگتره لبخند که میزنی، تو مثل نفس برای زنده بودنی. میفهمی آقما حرف نگاهما، هم صدای من به گریه تنه میزنی. دونی تو جانما هستم بیقرار، از قدا خواهم همیشه دویم کنار. قصه خر نیمه سه، من بمیرم تسه، زندگی بی ته همیشه هست تیر تا. امیدوارم که از این ویدیو کلیپ خوشتون اومده باشه. دیشب نشسته بودم توی خونه و داشتم همینجوری سرچ میکردم توی گوگل، توی اینترنت و مقاله ها رو نگاه میکردم و رفتم توی موزیک ویدیوهای قدیمی که خواننده های عزیزمون، قدیمی هامون، کسایی مثل آقای عارف، آقای منوچهر، آقای ویگن، خود بیامرز بودن و چقدر اون زمان واقعا صدای لذت بخشی داشتن، مخصوصا آقای ویگن، خود بیامرز. من تونستم که یه دونه از ویدیوهای آخرین کنسرتی رو که آقای ویگن در آمریکا اجرا کرد و تونستم دیشب پیدا بکنم و اینو دادم به شاهین که براتون پخش بکنه، چون آدمو واقعا میبره به اون سالهای قدیم. درسته که خودم نمیتونم بگم بچه بودم، ولی میتونم بگم نوجوان بودم و اون زمان واقعا از صدای ویگن خیلی لذت میبردم. اجازه بدیم بریم این ویدیو کلیپ رو نگاه بکنیم. آخرین کنسرتیه که از آقای ویگن در آمریکا اجرا کردن و بعد از اونم مثل که 2 تا 3 ماه بعد از اون ایشون به قول من رو فوت کردن. برصورت خدا بیامرزتشون، اجازه بدیم بریم این ویدیو رو تماشا بکنیم و برگردیم.
خیلی ممنونم. Thank you very much. من باید با سر بزنم همطور که بگیم. خیلی ممنونم. من برام برای این بیماری که داشتم برام دیگه کاملا ثابت شد که چقدر زندگی بی ارزشه، در این حال چقدر ارزش داره و چقدر زود آدم میتونه از این دنیا بره و چقدر بی خود اگه بمونه تو این دنیا و کاری نکنه. و من وقتی به خودم رسیدم و با خودم در بیمارستان صحبت میکردم دیدم که من تا اونجایی که توانستم خواستم کارهای خوب انجام بدم، خوندم، بالاخره یه خدمتهایی کردم به مردم، ولی باز هم دیدم که بهتر از اونم میتونستم انجام بدم، شاید آدم بهتری میتونستم باشم و نشدم. اینه که خدا گفت که برگرد، شاید این بار آدم بشی. خیلی ممنونم. و در خدمتتونم. اونطور که دکتر من گفت، فکر نمی کنم زیاد شما خوشتون بیاد که چی گفت. گفت چند سال دیگه کنم 66، گفت یه 66 سال دیگه مزاحم مردمی. Thank you.
امیدوارم که از ویدیو کنسرت آقای ویگن خدا بیامرز خوشتون اومده باشه. من که واقعا خیلی لذت بردم هر دفعه که صدای زیبای ایشون رو میشنفم، واقعا یاد جوونیا و ایران و خانواده و فامیل و همه میافتم. یکی از اتفاقاتی که اینجا افتاد اینه که میدونین که به خاطر انتخاباتی که توی نوامبر برای رئیس جمهوری داره اتفاق میفته،
و کاندیدات هایی که هستن خانم کلینتون و آقای ترامپ، صحبت هایی که میکنن مخصوصا آقای ترامپ یه مقدار زیادی راجع به این صحبت میکنه که کسایی که از ملت های دیگه هستن باید مثلا به کشور خودشون برگردن، یا راجع به امیگریشن صحبت میکنه که هنوز نمیدونه که اینو چجوری میخواد قوانینش رو اجرا بکنه، یا کسانی که اینجا ویزا ندارن و نمیتونن به قول معروف هنو گرین کارت نگرفتن یا سیتیزن نیستن و ولی تکس میدن، کار میکنن، سوشال سکیوریتی دارن ولی هنوزم غیر قانونی هستن. مثلا بعد از شاید 20 سال 30 سال هنوز دارن اینجا غیر قانونی زندگی میکنن و میگه که اینا بعد از کشور خارج بشن و برگردن. ولی آدم بعضی موقع بعضی چیزها رو که نگاه میکنه میبینه که مثلا وقتی یه همچین مسئله پیش میاد، همیشه ماها که توی کشور خارجی زندگی میکنیم همیشه پیش خودمون فکر میکنیم که خب اونایی که آمریکایی هستن راجع ما الان توی این شرایط چجوری دارن فکر میکنن، آیا خوشحالن از اینکه ما اینجا هستیم یا اینکه ناراحت هستن از اینکه ما اینجا هستیم. و جالبه که بچه ها توی سنای کوچیکی هستن، یعنی تا یه سنی که میرسن 20 سالگی 15 سالگی هرچی که هستش، اون احساسی رو که جوانای ما احساسی رو که قدیمیان نسبت به ملیت های دیگه دارن اینو ندارن. یکی از چیزهایی که مثلا خود دخترم من وقتی من میگم که مثلا تو که هم آمریکایی هستی هم ایرانی هستی اینجا داری زندگی میکنه، اگر که این ملیت اینجوری، میگه ما میگه این ملیت یعنی چی؟ اینا هم جز ما هستن، اینا هم کسایی هستن که خب از این کشورهای دیگه اومدن و اینجا الان دارن مثل یه آمریکایی دارن زندگی میکنن، اینجا سیتیزن شدن اینجا، یعنی براشون فرقی نمیکنه که ملیت چیه. اونا فکر میکنن همه اینا اگر که بچه‌هاشون اینجا به دنیا اومدن همشون آمریکایی هستن. و یکی از مقالایی که میخوندم راجع به این بودش که یک کودک 8 ساله تلاش کردش که دوست ایرونی روش که ناراحتی کلیه داشت نجات بده. این پسر ایرونی در سن 7 سالگی ناراحتی کلیه پیدا کرده بود و بایستی که کلیهش عوض میشد و حدود 37,000 دلار یا بیشتر شاید پول لازم بوده برای این کار و این خانواده این بچه پول نداشتن. و این بچه 7 ساله تصمیم میگیره با نوشتن یک کتاب به این دوست ایرانیش کمک بکنه. وقتی که این موضوع رو با پدر مادرش در جریان میذاره که میخوام یه فان ریزین بکنم یا پول جمع بکنم برای این دوستم، مامانش میگه که خب میتونی مثلا برفض آب لیمونات بفروشی یا نمیدونم شکلات بفروشی، چیزایی که به تو گفته نه این پولا به درد نمیخوره که من انقدر بخوام کار بکنم. و این اومد یه کتابی رو نوشت، این بچه 7 ساله که در گوگل این کتاب رو گذاشت برای فروش و گفتش که این کتاب رو برای چی دارم نوشتم و دارم میفروشم. و این کتاب رو گذاشت برای فروش برای 20 دلار و تونست در عرض 6 ماه و نیم 37,000 دلار پول جمع بکنه و به این دوست کودک کوچیکش کمک بکنه که بتونن کلیه این بچه رو عوض بکنن و بهش کلیه جدید بدن. و واقعا وقتی آدم فکر میکنه میبینه که این بچه ها چقدر قلبای صافی دارن، هیچ چیزی توی دنیا براشون مهم نیست، اون دوستی و مهربونی که با همدیگه دارن خیلی براشون مهمتره تا این که ملیت من چیه یا ملیت اون چیه. امیدوارم که تمام بچه های ما واقعا درس بگیرن از یه همچین مسئلهی و بتونن که واقعا توی این شرایط مخصوصا هر جایی که بخوایم حساب بکنیم، نه از نظر فقط بیماری، شما حساب بکنید توی ایران خود ما چقدر خانواده ها هستن که واقعا احتیاج به کمک مالی دارن یا کار ندارن یا اینکه درآمدشون بسیار کوتاهه کوچیکه. و اگر که خانواده هایی که واقعا دستشون به دهنشون میرسه و پول از نظر وضع مالیشون طوری هستش که بتونن که پولی بهشون کمک بکنم، امیدوارم که واقعا یه همچین کاری رو توی کشور خودمون یا کشورهای دیگه انجام بدن. برساد یکی از خبرها بودش که واقعا خیلی خوشحال شدم وقتی که دیروز راجبش داشتم میخوندم و گفتم که بهتره که اینو با شما در میون بذارم. اجازه بدیم بریم یه ویدیو ببینیم و برگردیم و در کنار شما عزیزان خواهیم بود. Thank you.
از دور می شنیدم، بغض دریا تو صدامه، همشون به هم می گفتن، غم دنیا تو نگامه، همه درهاشون رو بستم، همه درهاشون رو بستم، تنها موندم زیر بارون، تنها موندم زیر بارون، تنهایی گاهی مرزه بین آزادی و زندون، از نفس افتاده بودم، اومدی راهمو گم کرده بودم، اومدی جاده خالی و بدون نور ما، ماهمو گم کرده بودم، اومدی از نفس افتاده بودم، اومدی راهمو گم کرده بودم، اومدی جاده خالی و بدون نور ما، ماهمو گم کرده بودم، اومدی خودمو گم کرده بودم، کسی حالمو نپرسید، دردامو میگفتم اما کسی حرفامو نفهمید، نمیدونم که نه جاده رو به مرگه، نه تو تنهایی میپوسم، بدون از شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم، جاده خالی و بدون نور ما، ما همو گم کرده بودم، اومدی به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که از برنامه امروز خوشتون اومده باشه. میدونم که شرمنده که امروز اگر که نتونستم کامل 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 خودتون رو خوشحالتون کنم، مقاله‌ای که گفتم امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه، راجع به مسائلی که صحبت کرده باشم امیدوارم که شرمندتون نکرده باشم. ازتون خدافظی میکنم تا هفته آینده. دوست و همکار عزیزم هفته آینده هم اینجا نخواهند بود، به احتمال زیاد خودم تنهایی برنامه رو اجرا خواهم کرد. میبوسمتون، براتون آرزوی سلامتی میکنم، توی گرما زیاد نمونین، تا اونجا که میتونین آب بخورین، اگر میتونین یه خود لیمو ترش به آب اضافه بکنین چون خیلی کمک میکنه بر تشنگی و اینکه آب بدنتون کم بشه.
و ازتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز و شبتون بخیر.